بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، لا سيما المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحح أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ثنای بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و على آله و صحبه الكرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این ساعتی را که انشاءالله در خدمتون خواهم بود، آنچرا که مورد رضای اوست و مفید دین و دنیای من شماست و برای اصلاح قلوب و افکار و اندیشه ها و رفتار و کردار و خانواده و جامعه من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان من جاری نماید و بین بنده و شما سروران را رد و بدل نماید و شما ارجمندان را از کسانی قرار بدهد که سخن را بدون پیشداوری سابق با درستی با چشم و گوش عقل خود میشنوند. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیه بی هنر. گوش داری تو ز گوش خود گوش کن، گوش گولان را چرا باشی گرو. گوش داری تو ز گوش خود شنو، گوش گولان را، گوش آخوندان را، گوش فریبکاران را، گوش مراجع را، گوش مراجع کفر و شرک و بدعت و زلالت و امامت و وصایت را چرا باشی؟ خودت، خداوند بهت عقل داده، بهت هوش داده، بهت گوش داده و این کتاب برات فرستاده که خودت این کتاب بفهمید، نه اینکه آخوند بفهمید تو جیب تو خالی کنه. و از خداوند متعال میخوام که شما سروران را از کسانی قرار بدهد که از چشم و گوش و هوش خود استفاده می کنند برای فهم این
خورشید معنویت برای فهم در شرح سخن خداوند آخرین حجت آسمان بر زمین که بعد از اون حجتی نیست لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول بعد از رسولان هیچ کسی حجتی نیست نه امام زمانی نه امام بهمانی نه امام کوفت زهرماری اینا همه را بر شما حجت کردن تا جیبتون رو خالی کنند به نام بزرگان صریح قرآنی که بعد از پیغمبران کسی حجت نیست حجت ابن الحسن و حجت ابن الحسین و حجت این و حجت شما درست کرد سرتون کلاه گذاشتن چرا؟ چون از چشم و گوش و عقل خود استفاده نکرده اید به مجرد اینکه استفاده بکنی همه این کاخ خرافات از بین خواهد رفت 5 دقیقه فقط 1 دقیقه فقط با عقل و گوش هوش خود به سراغ سخن خدا برو پاک هدایتت کنه با تکبر نرو در شرح آخرین سخن خداوند که دست تحریف را درش راهی نیست برعکس کتب پیشینیان خداوند وعده کرده که این کتاب تا قیامت حفظ کنه خودش و تنها کتابی که به زبان آسمانیش باقی است تنها کتابی که دنیا اگه بخوای بدونید انسانی یا شیطان معیار این کتابه معیار سخن خداونده آخون میگه تحریف شده نمیدونم دو جلدش دادن به اون امام هپروتی که برده تو شاه سرداب و اینها همش چرت و پرته چرت و پرت رافضیانه چشم و گوش و هوش خود بیای سراغ این کتاب ببینید که انسان دیگری خواهد شد قلب دیگری نور دیگری چه راه دیگری براتون باز خواهد شد کینه و پیشداوری و اینها رو بذاری کنار وسواس های شیطانی رو بذارید کنار در شرح سخن خداوند که راجع به وسواس هم هست اتفاقا رسیدیم به آیه شریفه 20 از سوره اعراف وسواس قوی ترین سلاح ابلیس برای فریب انسانی همچنان که جد بزرگوارمون و جده بزرگوارمون حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام را فریب داد آیه رو از یکی از بلبلان حرم نبوی حذیفی بشنویم و بعد از اون ترجمه شعریش را طبق معمول و بعد از اون تفسیرش را صفحه پیش من سیاه شد نمیدونم چرا آیا مشکلی هست نمیدونم صدا هست یا نه صدا هست ولی تصویر نیستش بس اجازه بدید که این مشکل حل بشه بعدا برمیگردم انشاءالله
بل تصير ما الحمد لله. در شرح سخن خداوند رسیدیم به آیه 20 سوره شریفه اعراف، تلاوتش را از شیخ دکتر علی حذیفی امام مسجد نبوی بشنویم و بعد از اون هم ترجمه شعری اش ان شاء الله. وقاسمهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ملكين أو تكونا من الخالدين. چو بودند در خوردنش ناشکیب، دوتن را همی داد شیطان فریب. که اندام زشتی که بودی نهان، شرمگاهاشون نهان بود، به ناگه شود فاش و گردد عیان. به آنها بگفتا خدای بشر، شما را بکرده است نهی از شجر، مبادا که همچون ملک در جهان شود زندگانیتان جاودان. شیطان که ناصح بشه، انسان که نصیحت شیطان رو گوش بکنه، دیگه چی خواهد شد؟ وقتی انسان نصیحت شیطانیان را، نصیحت ابلیسیان را، نصیحت اهل بدعت و ضلالت را، نصیحت امام تراشان و قبر پرستان و گنبد پرستان و بارگاه پرستان و تلویزیون هاشون رو ببینه، نتیجهش چی میشه؟ فساد و ویرانی. همان چیزی را که در ایران و در لبنان میشه سر. الان ابلیس فرصتشه، نقشی را که براش درست شده، کارشه، این نقش انتخاب کرده، شروع به کار میکنه. این موجود، این انسان، همچون که در جلسه گذشته هم ذکر شد، یک موجود تقریبا یگانه و متفرده. خداوند این همه تکریم بش کرده، در ملأ اعلی تولدش رو اعلام میکنه، به اصطلاح جشن تولد میگیره، به اصطلاح ملائکه رو به سجدهش وامی داره و سجده میکنن به دستور خداوند. وقتی به دستور خداوند سجده شرک نیست، وقتی به دستور غیر خداوند سجده شرکه. همچنان که خانه کعبه سنگی بیش نیست، خداوند به من شما دستور داده که به سوی او نماز بخونیم، این عبادته. یه خانه دیگه درست کنیم طلایی، به سویش نماز بخونیم، کفر، خروج از اسلامه، ارتداده. تفاوت در امر خداونده. با این موجود خداوند، با این موجود یگانه، با این موجود متفرد که ملائکه رو به سجدهش با میداره، و ابلیس از ملائکه اعلی ترد میشه، این موجود یک طبیعت دوگانه داره. هم میتونه به سوی ملائکه بره، هم میتونه به سوی ابلیس بره. و نقاط ضعف معینی هم داره که به وسیله این نقاط ضعف میشه اونو رهبری کرد. ملتزم به امر خداوند نیست. اگر ملتزم و مقید به امر خداوند نباشه، این نقاط ضعف پدرشو در میاره. ببخشید، از این نقاط ضعف میشه ازش سوء استفاده کرد، میشه مهارشو به دست گرفت. چرا؟ چون شهوت های معینی داره،
نیازهای معینی داره و از خلال این شهوت ها و از خلال این خواهش ها میتونی رهبریشو به دست بگیره. ابلیس لعین چیکار میکنه؟ میاد با این نیازها، با این شهوتها دغدغه میکنه، بازی میکنه. خب ما نمیدونیم که این وسوسه، وسوسه ابلیسی چگونه صورت میگیره، دقیقا نمیدونیم. چرا؟ چون من شما حقیقتا کره شیطان رو نمیدونیم تا اینکه افعالشو کنه. شیطان چطوری با انسان تماس میگیره، کیفیتش چطوری، انسان چطوری اغوا میکنه، چطوری فریب میده، اینها برکه مادی نیست که ما اینها تو آزمایشگاه ببریم. لیکن با خبر صادق، که این خبر صادق یعنی غیب، خبر راستین از غیب، که تنها منبع قابل اعتماد بر این غیبیاته، ما به دقیق میدونیم که چون چیزی هست. فریب های صورت میگیره برای کارهای شرارت آمیز، به شکل های متعدد هم رخ میده، محضوریت هایی که نباید انجام بشه انجام میشه. این وسوسه و این اغوا و این فریب دادن و این فریب کاری مرکز استقلش کجاست؟ مرکز استقبالش کجاست؟ اون نکات ضعف فطری که انسان داره. شیطان از این نکات ضعف سوء استفاده میکنه. لیکن با ایمان توحیدی، نه با ایمان شرکی، با ایمان و با ذکر که قوی ترین سلاح در مقابل وسوسه شیطانه، و قبل سفرم چند جلسه در این مورد صحبت شد، انسان میتونه با ایمان توحیدی، نه با ایمان شرکی، نه با ایمان خرافی، نه با ایمان امامتی، نه با ایمان مسیح پرستی، نه با ایمان بت پرستی، اینا همه ایمان دارن، لیکن با ایمان قرآنی و توحیدی و با ذکر انسان میتونه اینو نکات ضعف رو جبران کنه. به شما یک شما بیننده ارجمند، روزی را که شما اذکار صبح و شب رو میخونید، انشاءالله که همتون از این قماش باشید که اذکار صبح و شب انسانو در مقابل شیطان مسلح میکنه، قوی میکنه. اگر نخوندید نمیخونید، از امروز شروع کنید. و اگر خدا فرصتی داد انشاءالله این را از کار روزانه مختصره در آخر برنامه خدا یادم اندازه و این ذکرها رو با هم بخونی. با ایمان و ذکر و روزی را که شما ذکر میکنید مقایسه کنید با روزی که ذکر نمیکنید، ببین چقدر فرق میکنید. اعمال تو حتی فرق میکنه، روحیت فرق میکنه. پس با دو چیز میتونید نکات ضعف فطری را که در انسان هست جبران کنید. ایمان توحیدی که جز از راه قرآن ممکن نیست، به محمد برسان خیش را که دین همه اوست، گر به او نرسیدی وین همه بولهویست. امامت و امامت بازی و وصایت و نمیدونم عیسی خدایه، کشتی حسین سوار شو، کشتی فرانس، این همش بولهویه راست. خداوند بر من شما وحی فرستاده که عبارت از قرآن و سنته. صحابه از این پیروی میکردن، خود پیغمبر از این دو پیروی میکرد، خود پیغمبر از این دو وحی، اهل بیت پیغمبر همچنین، مسلمانان راستین همچنین. یکی بیان 12 نفر بذارم جایی که آقا پیغمبر گفته، اطراتی، یه فریبکاریه، کلمت حق نگراده به هل باطله. پس اینو میخوام عرض کنم که از اصل مطلب دور نشیم، که انسان نکات ضعف فطری داره.
شیطان به وسیله سوء استفاده از این نکات انسان رو فریب میده، امواج میفرسته، وسوسه میکنه و گیرنده این امواج در نفس انسان هستش. چطوری انسان اینها رو جبران بکنه؟ که از راه که از ملائکه بالاتر بشه، یا مثل ملائکه بشه، یا در این صف بشه؟ با ایمان توحیدی و با یاد خداوند، با ذکر خداوند. کدوم ذکر؟ هوهوی صوفیان؟ این هم یک فریبکاری و شیطانیه. نه خیر، از کار نبوی، از کار قرآنی. با این دو روش شیطان، ابلیس، دشمن سرسخت انسان، ابلیس لعین، نمیتونه بر مؤمن مسلط بشه. اون موقع کیدش، مکرش، وسواسش تأثیر چندانی نخواهد داشت. چرا وسوسه کرد؟ شیطان اونها رو، ابوین ما رو وسوسه کرد. ابوین یعنی پدر و مادر، یعنی جد بزرگوارمون و جد، با وسواس اونها رو فریب داد. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا اون چه از شرمگاهاشون که پوشیده بود ظاهر بشه. اون میدونست، شیطان اینو میدونست، اونا نمیدونستن، تجربه سابق نداشتن و هدف شیطان هم همین بود. اونا شرمگاهایی داشتن، مخفی بودن، اونا خودشون نمیدیدنشون. و از سیاق آیه به قول اهل علم فهمیده میشه که این شرمگاه ها یک پوشش مادی داشت که اونها خودشون نمیدیدن. لیکن شیطان چطوری وارد شد؟ از راهی وارد شد که انسان بهش عمیقا رغبت. چی میگوید؟ و ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. خداوند پروردگارتون، شیطان نصیحت از پروردگار مهربانتره. شیطانیان که رساله تحریریه درست میکنن، رساله عملیه درست میکنن، از خداوند فصیحتر و مهربانتر که قرآن فرستاده، که قرآن رها میکنی و میری دنبال رساله تقلیدیه. قرآن فقط برای تبرک بیزارید، اونم تازه اگه بیزاری تو ماشین یا تو جایی آویزان میکنه که گرد بخوره. شیطان اینجا نصیحت میکنه، ای آدم، ای حوا، پروردگارتون، خالقتون شما را از این درخت نهی نکرده مگر برای که تا اینکه فرشته نشید، مثل فرشته نشید، تا اینکه جاودانه در اینجا نشید، در این باغ، در این بوستان. یعنی چی؟ یعنی اون رغبت هایی را که، اون خواهش هایی را که در ذات انسانی وجود داره، مخفیه، اون باش شروع کرد بازی کردن. انسان دوست داره که جاودانه باشه، نمیره، دوست داشته که عمرش عمر هزار ساله داشته باشه. ببین کسی بر کسی دعا میکنه، میگه خداوند عمرتو هزار سال بکنه، وقتی ازش خیلی راضی باشه، برکه شبیه جاودانگیه. و دوست داره انسان که یک قدرت و مملکتی داشته باشه که با بعد از عمرش از بین نره. در این ملکین ما دو روایت داریم، یکی به کسر لامه ملکین، دو پادشاه، ملک اینه پادشاه، یکی با فتح لامه ملکین، فرشته. با کسر لام ملکین، شما برای که خداوند نمیخواد شما دو نفر پادشاه باشید. اینو با این قرائت یه آیه دیگه اینو تقویت میکنه در سوره طه، هل ادلکما علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، من شما رو به درخت جاودانه راهنمایی بکنم. شیطان شده راهنما، ابلیس شده مرجع، ابلیس مرجع. ببین چه حرفای شیرینی میزنن.
خمینی پلید خداوند او و همفکرانش را از خمینی تا کرینی لعنت و نفرین کند، وقتی که فرانسه بود چه حرفای خوبی زد، ابلیس لعین وقتی که در عراق بود چه حرفای خوبی زد، وقتی که در ایران اومد آب مجانی میشه، برق مجانی میشه، اتوبوس مجانی میشه، مردم رو مست کرد. چرا؟ چون مرجعش ابلیسه، خودش مرجعش ابلیسه. ابلیس ها به انسان وسوسه میکنن، همچون که نیکان را ملائکه الهام میکنن. اینجا ابلیس لعین میگوید که هل ادلکم علی شجره الخلد، مرجع شده، راهنما شده، کد خدای ده که مرغابی شود عاقبت بین که اندر آن ده که رسوایی شود. من جاودانه ای آدم ای حوا راهنمایی کنم و ملک لا یبلغ، و پادشاهی که به پایان نمیرسه، کهنه نمیشه. ملک مقصود اینه که اینجا با کسر لام این آیه اونو تقویت میکنه. بر این قرائت که هر دو قرائت درسته، فریب شیطان برای چیه؟ اغراش برای چیه؟ افسونگریش برای چیه؟ مملکت جاودانه و عمر جاودانه انسان چی میخواد؟ پادشاهی پسر پدر رو میکشه، پدر پسر رو میکشه و هکذا. این دو چیز، مملکت و ملک جاودانه و عمر جاودانه، بزرگترین رغبت هر انسانیه، قویترین رغبت در انسانه. حتی شهوت‌های جنسی یک وسیله برای تحقیق همین رغبت جاودانه بودن به وسیله نسل‌ها، نسل بعد از نسل. اما بر قرائت فتح لام ملکین، اینجا فری بر چیه؟ وسوسه بر چیه؟ برای که انسان از قید و بند و زندانی جسد خارج بشه. الان من شما در زندانی جسدیم، مثل ملائکه جاودانه بشه، جسم نداشته باشه. بعضی از اهل علم میگن که قرائت اولی که با کسر لامه، اگرچه دومیش مشهورتره، لیکن اون اینو ترجیح میدن برای که با روش شیطان و بر اصلی در انسان نزدیکتره. فوسوس لهما الشیطان. وسوسه یعنی چی؟ شما وقتی چیزی رو میخوای یواشکی بگید، میری تو گوشش میگید. وسوسه یواشکی گفتن تو گوش کسی است. یه چیزی رو مزین میکنید، یه چیزی رو که خوب نیست خوب جلوش میدید. شما فرض کنید که شخصی به کس دیگه نزدیک میشه، تو گوشش میگه، گوشو میگه، آقا دست گوشش میذاره، میگه کوشش کن، زحمت بکش، این کلام خنده، این سخن خنده آوره، اجتهاد و کوشش نیاز به تو گوشی نداره، اینو هر کس به صوت بلند هم میتونه بگه. لکه چرا یواشکی میگه؟ وقتی که معصیتی باشه، اختلاس اموال، فریبکاری کردن، نمیدونم همه چیز حرام، اینا علنی نمیتونه باشه، اینا همش سریه. ولی مذاهب باطنی از رافضیگری گرفته تا بقیه مذاهب باطنی که شرشون رافضیگری و ولایته، همشون سری هن، همشون باطنی هن. چرا؟ چون فراموسوری هن، چون معصیت میکنن. معنی وسواس همینه، یه چیز رو یواشکی گفتن لیکن آشکارش نمیگی به خاطر اینکه نمیخوای رسوا بشید. وسوسه یک فعل ثنائیه، ثنائی مضاعفه، وسوسه، زلزله، قلقله، اسعسه.
یعنی چیزی رو در گوش کسی خوندن، لیکن او رو به معصیت فریب دادن. وسوسه عموماً برای شره، برای خیر نیست. لیکن باید تفاوت گذاشت بین الهام فرشته و وسوسه شیطان. ملائکه الرحمن الهام میکنن، شیطان وسوسه میکنه. الهام برای کار خیره، وسوسه برای کار شره. و شما به عنوان یک انسان آزادید که کدوم انتخاب میکنید. گاهی انسان نشسته میگه حرکت کن، یعنی شما همینطوری بیطرف نمیتونید بشینید، یا الهام ملائکه رو گوش کنید یا وسوسه شیطان رو. همجور ساکن بیطرف نمیتونید، انسان امکان نداره. یا اینکه حرف ملائکه الرحمن رو گوش کنید، به مساجد برید، مساجد توحیدی نه مساجد شرکی، به برنامه توحیدی گوش کنید، به تلویزیون توحیدی گوش کنید، حق و از ناحق، سره را از ناسره، بیزنسمن ها و تجار و جاسوس ها و سخنچینان و از دعوتکاران خوب تشخیص بدید. ملائکه الهام میکنن. یا اینکه به حرف شیطان گوش کنید، بری کازینو، بری حسینی، بری نمیدونم معابد شرکی، بری سینه بزنید. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، آسودگی ما عدم ما زنده از آن موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما اسلام بی طرف نداریم که همینطور ساکن باشه، نه شر نه خیر. ولذا گویا که الهام فرشته و وسوسه شیطان بر اینه که شما حرکت کنید، یه راه انتخاب کنید. یه دانش آموزی مثلا سر کلاس نشسته، ناظم بهش میگه که آقا تمام شد وقت، یا بنویس یا برو بیرون. باز چرا همجور نشستید؟ نه سوالا رو جواب میدید، نه بیرون میرید. ورزده در جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، نه میمیره نه زنده، همچنان در سوره طهاست. شیطان وسوسه میکنه و وسوسش هم همراه به معصیته، یعنی انسان رو سوی معصیت میکشونه، به سوی شر میکشونه. پس وسوسه شیطان بود، از جده بزرگوارمون حضرت حوا علیه السلام نبود. او نبود که آدم رو وسوسه کرد که فلان درخت و میوه رو بخوره. اکثر مردم به واسطه روایت های بنی اسرائیلی یا اسرائیلی حضرت آدم، حضرت حوا رو متهم میکنند که او سبب فریب آدم شد، در صورتی که قرآن خیلی صریح، خیلی روشنه. فوسوسه لهما، هر دو قربانی شدن، هر دو رو وسوسه کرد. پس این آیه خیلی واضحه که جده بزرگوارمون از این تهمت مبراست. مثل شیعیان ابن سبع نباشید که امهات مؤمنین را متهم میکنند. من شما هم مادر بزرگوارمون را متهم به وسوسه به آدم نکنیم. خب بعد از اینکه به این درخت نزدیک شدن، داخل شکمشون میشه، وقتی داخل شکم میشه، داخل مری میشه، داخل معده میشه، هضم میشه، نمیدونم روده کوچک، روده بزرگ، مدفوع پیدا میشه، باید خارج بشه، نمیدونم دستشویی نیاز داره، حمام نیاز داره. و الان دیگه وضعیت تغییر کرد، کل سیستم و نظام تغییر کرد. آدم و حوا در اون جنت زمینی که بودند بدون هیچ مشکلی داشتن لذت می بردن، بدون هیچ مصیبتی. وقتی این درخت رو خوردن، این میوه رو خوردن، چه سیب باشه چه غیر سیب، الان
ویژگی های این میوه منعکس شد به بدن. انسان هر چی که بخوره منعکس میشه بدنش. خدای نکرده شما یه خورده سم بخورید چی میشی؟ شراب بخوری مست میشی. خدای نکرده تریاک بچی نشه میشی. این فعل الفعالات در بدنه. الان ویژگی های این درخت زمینی منعکس میشه بدن آدم. نفس انسان در داخل شد، جسم در خارجه، برعکس جنت. انسان در جنت شما فرض کنید که فرض کنید بهشت همش کره زمین همش بهشته، فرزندت در امریکاست، شما در جنوب شرق آسیا هستید، به مجرد اینکه فرزندت تو به خاطرت بگذره میبینیدش کجا نشسته. چرا؟ چون اونجا نفس بیرون از جسمه، اینجا نه، در دنیا نه. وقتی که نفس روح داخل جسم باشه نیاز به ویزا دارید، بلکه این جسم باریه خودش. ویزا بخوای بگیری یک ماه دو ماه و سوار هواپیما بشی چند ساعت راه برید از این فرودگاه به اون فرودگاه، اینجا دیگه جسم اصل شده، روح اصل نشده. کسی به روح دیگه ویزا نمیده، به جسمت ویزا میدن. اما در بهشت اصل روحه. قال انی کان لی قرین، من یک نزدیک داشتم، یک جفت داشتم. فطلع فرآه فی سوائل الجحیم، نگاه میکنه، با مجردی که نگاه میکنه او در جهنم میبینه، همچنان در سوره صافاته. با یک نگاه در بهشت انسان هر چی بخواد میخوره، به هر مقداری هم که بخواد میخوره، بدون اینکه این خوراک یک بار باشه بر دوش انسان. مثال خوردن، نفس کشیدن در دنیا، من شما نفس بکشم هیچ مشکلی پیش نیم، اونجا غذا اینجوری خواهد شد. چرا؟ چون نظام عوض میشه. فوسوس لهم الشیطان، قانعشون کرد شما این درخت رو بخورید جاودانه میشید. جاودانه که نشدن هیچی، عورتشون کشف شد. الان دیگه روح انسان داخل جسمشه، جسم شده پوشش روح. الان دیگه غذا یک احباری شده، نیاز به کوشش داره. شما در بهشت هستید، لا تجوع فیها ولا تعرا، نه گرسنه میشید نه عریان میشید. اما در دنیا گرسنگی وجود داره، انسان میخواد بخوره. صبح، سر صبح صبحانه میخوره، بعد شروع کنه به کار کردن، به این دفتر، به اون دفتر، به این کار، به اون کار. اگه نه مؤاخذه میشه، اگه نه غذا پیدا نمیکنه. 8 ساعت باید کار کنه برای اینکه یه لقمه نون بخوره. اگه بخوای یه خونه داشته باشید 40 سال باید کار کنید تا یه خونه بتونید یا نتونید. اما نظام بهشت کلا نظام دیگریه. لهم ما یشاؤون فیها، هر چی دلشون بخواد دارن. همچنان که در سوره قاف آیه 35 و دانیتا علیهم ظلالها، میوه‌ها آویزانه. نظام بهشت اینه که خداوند ما و شما را از اهلش بگردانه، که همه چیز در مقابلته. بلکه عجیبتر از این، به مجرد اینکه به خیالت بگذره، به خاطرت بگذره، جلو خودت اونو میبینی. لهم ما یشاؤون فیها، هر چی بخوان. اما در دنیا، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان اینجا شما هستید، به طرف پروردگارتون میری و اونو ملاقات میکنی. فملاقی، خدا رو ملاقات میکنی. نتیجه رنج و زحمتت عبث نخواهد شد. قرآن میگه خدا رو ملاقات میکنی، شیعه میگه نخیرا، خدا ملاقات کردنی نیست. اینجا حتی در این هم جیرخور و دانخور چیزه، معتزله، این هم از خودش نیست، نه ولایت از خودشه نه علم و کلام.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمراقيه. أي إنسان تو برنج زحمات مي هستيد بسوي پروردگارت زحمات مي كشيد وأي أونو ملاقات خاهي كا. و در دنيا شامل كي خونه پيدا كنيد 40 سال 50 سال بس زحمات مي كشيد. خانه آخرت چطوري بنا ميشه؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، با اسکار بنا میشه و برکت. زندگی دنیا نه، زندگی دنیا پیچیده، رنج وجود داره، زحمت وجود داره، دشمنی وجود داره. و رسا وقتی که حضرت آدم علیه السلام این میوه رو خورد، چه سیب باشه چه غیر سیب، میزان عوض شد. انسان طوری بود که همچنان که در جنت خواهد بود، انسان اینجوری بود در جنت زمینی، چنان بود که در جنت در بهشت برین خواهد بود. وقتی که سیب خورد، یا ببخشید، چون این ما روایت دقیقی نداریم که میوه سیب باشه، قرآن وقتی این میوه رو خورد معیار عوض شد، میزان عوض شد و خودش انتخاب کرد با فریب شیطان. لیکن اینجا یه درس بزرگی وجود داره، اینکه ای انسان تو برای زمین خلق شدید، اما دشمن واضح و روشنت کیه؟ شیطانه. در بهشت عورت وجود نداره، شرمگاه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اونجا مخالفت و در دنیا اینطوری نیست. این عورتی که در دنیا هستش، شرمگاهی که در دنیا هست، یه دریچه. لیکن مشکل در دریچه نیست، مشکل اون که از دریچه خارج میشه. این عورت، این شرمگاه اساسش نظام دنیوی است که با نظام آخرت کلی متفاوته. لیکن شیطان وقتی که انسان رو فریب میده، خیلی زیرکی زرنگی میکنه، برای که اونو میخواد لخت کنه، اونو میخواد به ریشش بخنده. ای انسان، میخوای پادشاه بشید؟ میخوای جاودانه بشید؟ در این باغ و بوستان، در این سرزمین سحرآمیز میخوای بمونید؟ از این درخت بخور. خب آدم قبل از این تجربه ای نداره که بدون یه چیزی به نام دروغ وجود داره. اصلا آدم باورش نمیشه که یک مخلوق هر کی میخواد باشه به دروغ قسم دروغین به خدا بخوره. اولین قسم دروغ در تاریخ بشر قسم ابلیسه. امروز مراجع شرک و کفر و زلالت مدعی تشیع، امام تراشان به جای رسالت، قسم دروغ را عبادت میدونن، اسمشو تقیه میذارن، همچنان که آقای خویی و بقیه مراجع شرک و کفر میگویند. خمینی پلید با دروغ قسم دروغین نمایندگانش قانون اساسی نوشت. این همش از راه وسوسه و وسوسه لهم الشیطان. طور که عرض شد، کلمه وسواس بر فریبکاری میاد، بر سخنی که انسان نمیخواد دیگران بشنوند، بر سخنی که راجب شره، برای که رسوا نشه اون یواشکی به دیگران میگه. گویا که هر شری مخفیگری میخواد و تقیه آخوندی از این بابه، رافضیگری که شر اندر شر از این بابه. و رضا کسی که یواشکی حرف میزن میزنه نمیخواد دیگران بشنون، برای که از حرفش خجالت میکشه. اصل وسواس میدونی از چه گرفته شده؟ از صدای فریبنده. شما صدای اصل وسواس، صدای طلا و نقره رو میگن. شما صدا که میشنوید، این صدا فریبنده. سخنی را که ابلیس وا گفت، سخن فریبنده ایه. چرا؟
بلکه اونها را از دستور خداوند دور نگه داره. وقتی خداوند میفرماد که فوسوس لهما، این در واقع یک نوع تبرئه بر آدم هوای آیا این وسوسه که شیطان انجام داد برای که اونها رو لخت بکنه یا اینکه اونها معصیت خداوند بکنن؟ نه، برای که معصیت خداوند بکنن. معصیت انسان خود به خود انسان لخت میکنه. لختی انواع متعدد داره. بلکه شیطان میدونست که معصیت خداوند، نافرمانی خداوند یه مؤاخذه داره، یه مکافات داره، یه جزا داره. این درخت ممنوع رو بخورن عورتشون ظاهر میشه. میگن سوءات یسوء النظر الیه، اون چی که آدم دیدن شرم میکنه، ولذا به شرمگاه میگن عورت. و فطرت انسانی، انسان سوی الفطره، ابا داره این که انسان عورت دیگری رو نگاه بکنه. حتی بدایی ترین بدوی ترین قبیله ها رو شما نگاه کنید، شرمگاه هاشون رو میپوشونن. و گویا که در آغاز هم کسی عورت همدیگه رو نمیدید، ولی ازا قرآن میفرد که یوب دیا لهم هم ماوری هم همه مساعت هم شرمگاه هاشون پوشیده بود، هم شرم دوتا شرمگاه زن هم دوتا شرمگاه مرد. گویا که همدیگه شرمگاه هاشون رو نمیدیدن، با چیزی پوشیده بود. بعضی هم میگن با چیزی شبیه ناخون. حتی بعضی جلوتر میرن، من نمیدونم این کلمه، بعضی از علما البته، و میگن که ناخون، اگه شما وقتی داری میخندید ناخونات رو نگاه کنید، یاد اون قسم خندت متوقف میشه. تا چه حد درسته من نمیدونم، لیکن اصل موضوع درسته. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، زن پاکدامن پیغمبر که پریدان ولایت بدگویش میکنن، چنان باحیا بود که ما رأیت ولا ارا منی، نه من شرمگاه پیغمبر را دیدم نه او شرمگاه من را دید. این قله ادبه، اوج ادبه، اوج حیاه. حتی در لفظ نگاه کنید چطوری اداش میکنه. و وقتی که با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صحبت کرد که در قیامت چطوری انسان لباس نداره، پیامبر فرمود که انکم تحشرون الی الله حفاتا عراتا غلا، شما روز قیامت پالخت، لخت و غیر مختون، غیر ختنه شده محشور حشر میشید. کما بدانا اول خلق نعیدو، همچنان شما در ابتدا خلق کردی. وعدن علینا انا کنا فاعلین. ام المؤمنین عایشه صدیقه تعجب کرد، چون حیا در اصل در زنه. وقتی حیا از زن بره و غیرت از مرد، منتظر قیامت باشید. پیامبر فرمود که وقتی که حضرت عایشه تعجب کرد، پیامبر فرمود که موضوع خیلی خطرناکتر از اینه. لیوب دیه لهم موری انهما، تا اون چرا که پوشیده بود فاش کنه، ظاهر کنه از شرمگاه هاشون. یعنی یه چیزی پوشید، یه لباسی، یه چیزی پوشیده بود طبیعتاً که خودشون هم نمیدیدن. اهل علم راجع به این لباس زیاد حرف زدن. بعضی ها گفتند که مثل ناخون انسانی، حتی ناخون بقیه ای از اون لباسه که شرمگاه آدم پوشونده بود. تا چه حد درسته نمیدونم. بعضی میگن که نور الهی بوده، که نور وقت زیاد بشه آدم چیزی رو نمیبینه. و چرا سوءه نامیده میشه؟ بدی، برای که انسان از دیدنش بدش میاد.
انسان صبر فتره خوشش نمیاد که عورت دیگری رو بیانه. پس اصل مشکل هم در عورت نیست، در شرمگاه نیست، اصل مشکل اون چیه که ازش خارج میشه. وقتی که خودشون آنچه را که خداوند بهشون میداد میخوردن، نیازی به فضلات نبود، نیازی به مدفوع نبود، مثل بچه که در شکم مادره، و لیکن وقتی از مراد خدا خارج شدن، از دستور خدا خارج، اینا همش درسه و درسای بسیار بزرگی برای انسان تا قیامت. وقتی انسان از مراد خدا خارج میشه، از دستور خدا خارج میشه، از مرز و حد و مرز خداوند خارج میشه و اون چرا که خداوند دستور داده نخورید میخوره، همین مصیبت براش پیش میاد. آیا ظاهر شدن شرمگاهشون یک رمزیه که اینجا مخالفت با شرع خدا وجود داره، چه در معنویات چه در مادیات؟ بله، هر آن چیزی که درش مخالفت با امر خدا باشه باعث شرمه. ولذا هر جایی که شما یک ناهنجاری دیدید، بدونید که مخالفت با امر خدا وجود داره و شیطان اینو میدونست، آدم اینو نمیدونست. اما اینجا یه نقطه دیگه وجود داره. شیطان وقتی میگه که شما اگه این درخت رو بخورید، پادشاه ملک جاودانه خواهید داشت، عمر جاودانه خواهید داشت. خب خودش چرا نخورد؟ خودش چرا جاودانه نشد؟ خودش چرا ملک جاودانه نداشت؟ آدم چون تجربه نداشت اینو نمیدونست. بلذا هر کسی شما رو نصیحت میکنه، حرفاش رو بررسی کنید، ببینید خودش چیکار میکنه، موضوعش راجب خودش چی، راجب حرف خودش چیه. مثلا عرض میکنم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت من رسولم. اولین نفری که به رسالت خودش ایمان میاره، چرا علی به امامت خودش ایمان نمیاره؟ چرا یه بار نگفت من امام منصوصم که آخوند قوم نجف بلند شه براش امامت درست کنه، جیب خود پر کنه، کذابان ولایت و امام دجالان امامت درست بشه؟ کل اگر طبیب بودی سر خود دوانمودی. شیطان وقتی دیگران نصیحت میکنه، چرا خودش جاودانه نشد مگر با تقاضای به خداوند؟ این برای درس بزرگیه که کسی کسی دیگه رو فریب میده، نگاه کنید که به کجا میکشونه، نتایج کار خودش رو ببینید. شیطان وقتی که به خداوند گفت انذرنی الی یوم یبعثون، با میوه خوردن، به درخت خوردن نبود، در جنگ با خداوند بود. خودم کاری نیست، من تو رو نگه میدارم. چرا خودشو با خوردن همین درخت که به آدم نصیحت میکنه نجات نداد، مسئله تموم میشد؟ بس حتی این حرف شیطان دروغشان واضحه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یه چند لحظه دیگه انشاءالله برمیگردم.